سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارش رو بزنید. رامبد جوان، متولد 1 دی ماه 1350 در تهران، بازیگر، مجری و کارگردان است. او تحصیل کرده مقطع دیپلمی باشد که بازیگری را از تئاتر شروع کرد و از 24 سالگی جلوی دوربین رفت. رامبد جوان تبریزی متولد محله شهرآرا در تهران می باشد، اما اصالتاً اهل تبریز هست و تنها یک خواهر بزرگتر که سابقاً بازیگر بود به نام پوپک دارد. پدرش نوازنده تار و خطاط و مادرش کارشناس مردم شناسی بود. او در مصاحبه‌ای گفته: من ننه مریمی داشتم که من را بزرگ کرد. خانم مسن لوری با دامنهای بلند که آبلرو بود. ما خیلی همدیگر رو دوست داشتیم، خدا رحمتش کنه. اون زمان پدر و مادرم سر کار بودن و ننه مریم از صبح تا شب میزد و من بالا پایین میپریدم. همه چیز خیلی لذت بخش بود. شاید نتیجه همون روزها بود که از جایی به بعد شاد شدن انتخاب من شد. تئاتر شروعی برای ورود به عرصه نمایش و فعالیت‌های هنری این کمدین محبوب بود. او به ترتیب در تئاتر، تلویزیون و سینما فعالیت کرد و از سال 1373 به عنوان بازیگر تئاتر مشغول فعالیت بوده. اولین کارگردانیش در تئاتر هم تئاتری برای معلولین بوده که به گفته خودش بسیار هم مورد توجه قرار گرفت. او در همین سال در مجموعه صرفه‌جویی در آب کارش را در تلویزیون شروع کرد و سپس در برنامه نوروز سال 74 نقش‌آفرینی کرد، تا اینکه به صورت جدی در سال 74 با معرفی فرهاد جم در یک اپیزود سریال همسران بازی کرد. او همچنین در نوروز سال 93 هم با برنامه عروسکی در 4 اپیزود تجربه بازی در جلوی دوربین رو به دست آورد. در سال 1375 با دعوت بیژن بیرنگ کارگردان برای بازی در سریال خانه سبز در کنار خسرو شکیبایی بازی کرد، تا اینکه در سال 77 با سریال کت جادویی به شهرت رسید. حضور او در سریال ولایت عشق در سال 79 در نقش امین عباسی به کارگردانی مهدی فخیمزاده نشان از استعداد بی‌نظیر او را داشت. در سال 1388 وقتی 38 ساله بود، در قامت کارگردان و بازیگر سریال مسافران را با حضور حسن مجونی و شقایق دهقان برای آنتن برد که به شدت محبوب شد. رامبد جوان کارگردانی 4 مجموعه تلویزیونی با نام‌های گمگشته، نشانی، مسافران و توطئه فامیلی رو بر عهده داشته که مجموعه نشانی ایام نوروز سال 87 از شبکه 2 سیما پخش شد. مجموعه گمگشته به نویسندگی سید سعید رحمانی و علیرضا کاظمی پور هم در رمضان 1380 از شبکه 2 سیما پخش شد. و همچنین کارگردان و مجری برنامه خندوانه میباشد که از سال 93 از شبکه نسیم در حال پخش هست. او همچنین در سال 99 سریالی رو برای شبکه نمایش خانگی با نام مردم معمولی ساخت که از 5 فروردین سال 1400 از فیلیمو پخش شد. رامبد جوان برای اولین بار در دهه 70 با خانم ماندانا روحی از بازیگران وقت تئاتر ازدواج کرد که خطبه عقد این دو توسط سید محمد خاتمی خوانده شد. با این حال این زندگی چند سال بعد به بنبست رسید و از یکدیگر طلاق گرفتند. رامبد جوان در 27 اسفند سال 1387 وقتی 37 ساله بود با سحر دولتشاهی بازیگر 29 ساله ازدواج و با هم زیر یک سقف رفتند که در زمان خودش بسیار مورد توجه قرار گرفت. این دو با هم در گروه تئاتر آتیلا پسیانی با هم آشنا شدند، اما این زندگی پس از 6 سال در سال 1393 به جدایی ختم شد. 2 سال بعد از طلاق خانم دولتشاهی، عکس‌هایی از رابطه صمیمی رامبد جوان و نگار جواهریان شایعه رابطه این دو را سر زبان‌ها انداخت. مدت‌ها طول کشید تا به صورت تلبیهی رامبد جوان و نگار جواهریان ازدواج خودشون رو تایید کردند. بر اساس اذعان دوستانشون، اونها در سال 95 در کشور یونان مراسم عروسی خودشون رو برگزار کردند که ثمره این زندگی دختری به نام ایراندخت متولد 31 تیر ماه سال 98 در کانادا هست. رامبد جوان در مصاحبه‌ای که بعد از نشست خبری فیلمش به نام نگار در سال 96 انجام داد گفت: فیلم نگار بهترین هدیه به همسرم نگار جواهریان بود. در خرداد ماه سال 1398، چند هفته قبل از به دنیا آمدن دخترشون، لو رفتن عکسی از رامبد جوان و نگار جواهریان در کشور کانادا به شدت جنجالی شد.
این زوج برای به دنیا آوردن دخترشون برای گرفتن اقامت و شناسنامه کانادایی به این کشور رفتن. رامبد جوان در مصاحبه گفته من از بچگی همینقدر پر جنب و جوش و پرهیجان بودم. اما نمیدونم چرا هیچ وقت به فوتبال علاقمند نشدم. این علاقه بعدها هم در من ایجاد نشد. با وجود اینکه دوستان فوتبالیست کمی ندارم اما هیچ وقت به عنوان یک طرفدار فوتبال نتونستم خودم رو نشون بدم. استیو مک‌کوئین رو خیلی دوست دارم. عاشقش بودم به این خاطر که موتور سواری، رانندگی و تیراندازی بلد بود و در فیلم‌ها به زن‌ها کم توجه بود. بروسلی و جکی چان رو هم دوست داشتم. همین الان هم تمام آرشیو فیلم‌های بروسلی رو دارم. ایده اولیه برنامه خندوانه از سال 85 در ذهن من بود. اما شرایط ساخت اون به دلایل مختلف پیدا نمی‌شد. بالاخره در سال 93 همه چیز با هم جور شد. با درایت و پشتیبانی خوب مدیر محترم شبکه نسیم یعنی دکتر کرمی که مدیر فوق‌العاده‌ای هستن تونستم این برنامه رو با یک گروه کاملاً حرفه‌ای روی آنتن ببرم. من در زندگیم سه اصل دارم. اول اینکه نمیدونم تا چه زمانی زنده هستم. پس به اتفاقهای قبل و بعد فکر نمی‌کنم و سعی می‌کنم در لحظه زندگی کنم. دومی که دوست دارم از لحظه هام لذت ببرم و به نظرم کسی که تمام مدت ذهنش درگیر مسائل مختلف هست نمیتونه حال خوشی داشته باشه. سومی که من وقتی قرار هست کاری رو انجام بدم به حرفهای دیگران توجهی نمی کنم و کارم رو انجام میدم. دوست داشتم موزیسین بشم. یه مدت ویولون میزدم اما اگر موزیسین هم نمیشدم جراح زیبایی میشدم. اگر جراح زیبایی نمیشدم بوکسور میشدم. اگر بوکسور نمی شدم قهرمان شطرنج و اگر همه اینها نمی شدم حتما یک چوپان می شدم. الان دوره ای هست که حکومت و تفکر حکومتی باید عقب نشینی کنه تا مردم حداقل در فضای مجازی در همه زمینه ها تجربه کسب کرده و تصمیم بگیرند. حکومت نباید فکر کنه که دانای کل هست و از همه عاقل تر بوده و می تونه در همه موضوعات ورود کنه. او در ادامه گفته مادر نگار خیلی خانم جدی و با شخصیتی هست. روزهای اول که من به خانه نگار می رفتم یک بار مادرش با جدیت تمام من رو ژامبون خان صدا کرد. اونجا بود که خیلی خندیدم و دیگه سر شوخی باز شد. رامبد در سال 1371 همزمان با بازی در روی صحنه در رشته تئاتر دانشگاه آزاد قبول شد. اما در نهایت یک سال بعد به خاطر مشکلات اخلاقی از دانشگاه اخراج شد. از افتخارات رامبد جوان میشه به سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در 31مین جشنواره فیلم فجر بهمن سال 91 برای فیلم گناهکاران، بهترین برنامه تلویزیونی در جشن حافظ سال 94 برای خندوانه، بهترین جایزه کارگردانی دوره 20م جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سال 84 برای فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه، اکران 6 میلیاردی فیلم ورود آقایان ممنوع، اکران این فیلم در 29مین جشنواره فیلم فجر و انتخاب به عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌های رمضان سال 1390 نام برد. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگه هنوز عضو این کانال نیستید، می‌تونید از زیر همین ویدیو با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه تا دیداری بعد. بدرود.